به تازگی ویدیوی دردناک و عجیبی از ستار، خواننده پرآوازه ایرانی، در یکی از کنسرت‌هایش منتشر شده. در حالی که نمی‌تواند دیگر بخواند و ملتسمانه می‌گوید به خدا نمی‌شود، نمی‌توانم بخوانم. این ویدیو جنجال زیادی به پا کرد و کاربران زیادی را به واکنش‌های زیادی واداشته. در ادامه با ما همراه باشید. ستار یکی از خوانندگان پرآوازه ایرانی است که همواره طرفداران پرشوجا در کنسرت‌های خود همراه داشته. چهره او همیشه مزین شده به ریش ستاری. چهره او با همین ریش معنا پیدا می‌کند. اون موقع که ستار حسابی مشهور شد و بین جوونا پرطرفدار شد، مدل ریش ستاری هم بسیار معروف و پرطرفدار شد. آقای ستار گفته که الان که دیگه پیر شدم، خیلی وقتها خانواده و دوستان به این پیشنهاد میدادن که ریشمو بزنم، اما من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. این یک جور امضا و سرقفلی ستار است. در جایی اشاره شد به علاقه فرهناز پهلوی به ستار. ستار از خوانندگان مورد علاقه دربار خانواده پهلوی بوده که تا اینکه شاه و شهبانو از علاقه او نسبت به فرهناز دختر بزرگشان با خبر شدن و فهمیدن که بیشتر علاقه از سمت دخترشان است، آنها نمیتوانند از این عاشقانه ها حمایت کنند. برای همین فرهناز پهلوی را به آمریکا فرستادن و یکی از چهره هایی که فرهناز با عشق و علاقه و با گریه با خودش برد، پوسترهای عکس ستار بود. در سال 2004 دکترای افتخاری موسیقی را در شب خیریه برای دانشنامه ایرانیکا به آقای ستار دادند. همچنین در سال 2005 دو تا جایزه شیر طلایی را از آکادمی جهانی هنر و ادبیات رسانه دریافت کرده. آهنگساز ایرانی سرشناس، آثار متفاوتی مثل آشتی، سپید و سیاه، عروس گلناز و غیره بود و همچنین آلبوم های گلاب و گلبانو که به آلبوم های سال هم تبدیل شدند. ستار بیش از 350 آهنگ دارد. علاوه بر سبک پاپ در موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانی هم اجرا داشته. آلبوم همسفر او به صورت غیررسمی در سال 51 منتشر شد. بعد از آن هم 4 آلبوم غیررسمی دیگر به نام‌های دلتنگی، شام آخر، شازده خانوم و در سال بعدش آلبومی به نام صدای باران را منتشر کرد. بعد از انقلاب او آلبوم رسمی عید شما مبارک را با فریدون فروغی و ناصر چشم آذر در سال 61 و شناسنامه را در همان سال و در سال بعد آلبوم رقیب را به یاد داریوش رفیعی منتشر کرد. او برخلاف خوانندگان دیگر مثل گوگوش، داریوش، ابی، لیلا فروهر و بقیه همکارانش در هیچ فیلمی ایفای نقش نکرده، اما پیشنهادهای زیادی را در این زمینه داشته. یکی از پیشنهادهای جدی نقش یک دانشجوی بود، ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاد. مدتی پیش هم در فضای مجازی ویدیویی از کنسرت ستار منتشر شده بود که با واکنش‌های جنجالی مواجه شده. این ویدیو از خواندن آهنگ معروف ستار، آن هم روی صندلی به حالت نشسته در ونکوور کانادا، ستار 75 ساله را نشان می‌داد که نه صدایی برای خواندن دارد و نه دیگر حتی توان ایستادن. و خیلی از کاربران فضای مجازی به این مسئله اشاره کردند که قدرت پول باعث شده که این خواننده اعلام بازنشستگی نکند. بعد از این جنجال ها هم خود ستار هم واکنش به آن نشان نداد. متاسفانه ستار به این رویه ادامه داد و حالا ویدیوی جدیدی از یکی از کنسرت هایش منتشر شد با حالت معذور، در حالی که نای برای خواندن ندارد: خدا نمیتونم بخونم. یادت میاد کسی که نمیاد حال میخوندن؟ یادت که نمیزایی به خدا نمیزایی خدا نماز برخی کاربران در واکنش به این قضیه گفتند: آقای ستار، درسته که شما هنرمند و خواننده ای و صدای خوش شما را هرگز فراموش نخواهیم کرد، اما خداحافظی به موقع از خوانندگی هم خودش یک هنر است که متاسفانه شما، ابی، گوگوش و سایر هم دورانتان از آنها بی بهره اید و دارید با این ادامه دادن ها خاطرات خوش خوانندگیتان را لکه‌دار می کنید. آقای ستار، خواننده پاپ ایرانی، متولد 28 آبان ماه 1328 در تهران. ایشون خواننده پرطرفدار که حالا سالهاست مقیم لس آنجلس. آقای ستار گفته 3 برادر و 2 خواهر دارن. دوران کودکی و نوجوانیشون را در خیابان شهباز تهران گذروندن.
تحصیلاتشون را در دبیرستان و دبستان اقبال به پایان رسوندند. هوش و استعداد زیاد ستار، مهارتش در موسیقی سنتی پاپ ایرانی بهش کمک زیادی کرد تا به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های موسیقی ایران تبدیل بشه. آقای ستار خودش در توصیف زندگی نامش گفته بعد از دبیرستان در پادگان کرج و هتل وحدت و بعد از اون در مشهد به عنوان سپاه دانش دوران خدمت سربازی ما گذروندم. بعد اون هم مدتی به عنوان کارمند در بیمه اجتماعی کار کردم. اون زمانها هر جایی که با دوستانم جمع می شدیم در محل تفریحی یا سر فوتبال یا سر کارمون، دوستان ازم می خواستن که یه دهن بخونم. توی مدرسه هم برای اجرای هفتگی و جشنهای مدرسه من اولین نفری بودم که دعوت می شدم. اینجوری شد که به پیشنهاد یکی از دوستان پیش مرحوم بابک بیاد رفتیم. ایشون همسرای منو شنید و خوشش اومد. گفت 1500 تومن بدید تا یه آهنگ و ترانه خوب بهتون بدم. من خوندم و ضبط کردیم. بعد از اون من مرتب برای تمرین به استودیو کاسپیان میرفتم. توی همین رفت و آمدها به استودیو بابک بیاد بود که کار دوبله خانه به دوش رو اونجا انجام میداد. اونجا من و پرویز کاردان، کارگردان و بازیگر رو دیدم، با هم آشنا شدیم و پیشنهاد خون آهنگ سریال رو با معرفی آقای بیاد به من داد. من اولین بار در سال 52 به صورت حرفه‌ای با خوندن اون آهنگ کارم رو شروع کردم. آهنگ همسفر آقای ستار به طور تصادفی به گوش شهبانو فرح پهلوی رسید و ایشان آنقدر خوششان آمد که دستور داد در رادیو صداشون پخش بشه. اینطور شد که صدای آقای ستار با آهنگ همسفر در بین مردم آن زمان که رادیو مخاطبان بیشتری از تلویزیون داشت به استقبال زیادی مواجه شد. آقای ستار در مورد مهاجرتش از ایران گفته یک ماه قبل از انقلاب با برادر و همسرش و فرزندش که بیمار بود به آمریکا رفتیم. در کاواره شکوفه شروع به کار کردم و آنها بعد از مداوای فرزندشان به ایران برگشتند. اما من گفتم دوست دارم در آمریکا بمانم. ستار فوق تحصیل لیسانس اقتصاد بین المللی از مدرسه عالی بازرگانی که اکنون نامش به دانشگاه علامه طباطبایی تغییر کرده. ستار در مورد همسرش گفته که 37 سال هست که با همسرم مهناز ازدواج کردیم. آشنایی ما در همان کاواره شروع شده بود و بعد از 2 سال با هم ازدواج کردیم. همسرم از ازدواج اولش 2 تا دختر داشت که 6 ماه بعد از ازدواجمون اومدن و با ما زندگی کردن. بعد هم خودمون هم صاحب دختری شدیم که الان روانشناس و در سان فرانسیسکو زندگی می‌کنه. ممنونم که تا پایان این ویدیو هم با من همراه بودید. با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت کنید. پیشنهاد میکنم یکی از این ویدیوهای روی صفحه رو تماشا کنید.